کمک های بین المللی صلیب سرخ روز چهارشنبه برای نخستین بار از نوامبر 2012 به شهر دارایا در سوریه رسید. تا کنون دولت بشار اسد اجازه انتقال کمک ها به مردم گرسنه این شهر را نمیداد. این کمک ها شامل دارو، شیر خشک برای کودکان، واکسن و ویتامین های لازم می باشد و تحویل کمک های غذایی به روز جمعه موکول شده است. جان کربی، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت: در حالی که کمک رسانی برنامه جهانی غذا ادامه دارد، ما از روسیه می خواهیم که از نفوذش در دولت سوریه استفاده کند تا آنها به تعهداتی که برای انتقال زمینی کمک ها دادند پایبند باشند. در صورت نیاز کمک رسانی را از طریق عملیات هوایی پیش خواهیم برد. همچنین روز چهارشنبه دیدبان حقوق بشر سوریه از حدود 120 حمله هوایی به شهر حلب و حومه آن که در دست مخالفان بشار اسد می باشد خبر داده است. تصاویر منتشر شده گویای آن است که غیر نظامیان به ویژه کودکان از قربانیان این حملات بودند. پارلمان فدرال آلمان روز پنجشنبه قطعنامه ای را به رأی می‌گذارد که به موجب آن قتل عام ارامنه توسط امپراتوری عثمانی در سال 1915 نسل کشی تلقی خواهد شد. دولت ترکیه تهدید کرده است این رأی روابط تجاری، اقتصادی و سیاسی دو کشور را تحت شعاع قرار می‌دهد. هزاران نفر از اتباع ترک ساکن برلین نیز در اعتراض به این تصمیم دولت آلمان تظاهرات کردند. شفیق بهادر، استاد اقتصاد دانشگاه نورنبرگ، در این باره میگوید این نمایندگان هیچ چیز نمیدانند. آنها با یک تصمیم سیاسی نسل‌های زیادی را مجبور خواهند کرد متحمل بار سنگینی شوند. فرزندان و نوه‌های ما زیر بار عنوان نسل‌کشی رنج خواهند کشید. در مورد این موضوع باید در یک دادگاه بین‌المللی تصمیم گرفته شود. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان حمایت خود از این قطعنامه را اعلام کرده است. الیاس یوار که برای به رسمیت شناختن نسل‌کشی کارزاری در آلمان به راه انداخته میگوید دو امپراتوری آلمان و عثمانی با یکدیگر متحد بودند و به همین دلیل است که دولت آلمان امروز مسئولیت برخی از اقدامات امپراتوری وقت را در کمک و معاونت در جرم ترکیه به عهده میگیرد. اهمیت به رسمیت شناختن نسل‌کشی از سوی دولت آلمان هم در همین است. رئیس جمهوری ارمنستان با حمایت از این اقدام پارلمان از نمایندگان این کشور خواسته است تحت تأثیر تهدیدهای دولت ترکیه قرار نگیرند. بارش شدید باران و جاری شدن سیل در ایالت بایرن آلمان جان دست کم 3 نفر را گرفت. هر 3 این افراد به دلیل بالا آمدن آب در داخل یک خانه جان باختند. پلیس برای خارج کردن اجساد آنها از غواص استفاده کرد. در شهر تریفترن بارندگی به حدی بود که 250 دانش آموز برای ساعتها نتوانستند از مدرسه خارج شوند و سرانجام تعدادی از آنها توسط نیروهای آتشنشانی به خانوادهشان تحویل داده شدند. با این حال هنوز 50 کودک و 25 بزرگسال نتوانستند از ساختمان خارج شوند و به نظر می رسد ناچار باشند شب را در داخل مدرسه به صبح برسانند. به گزارش رسانه های آلمان تنها در طول 6 ساعت میزان بارندگی 32 لیتر در متر مربع بود. بارش های متناوب و بالا آمدن سطح رودخانه ها در مناطقی از فرانسه سیلاب هایی را در پی داشته است. در محدوده استان ایل دو فرانس دو منطقه لواره و سنمرد کاملا در محاصره سیل قرار گرفتند و تا کنون یک نفر جان خود را از دست داده است. شهروندان این شهرها با ابراز نگرانی از سرعت بالا آمدن آب خانه هایشان را ترک می کنند. بیش از 3000 نفر در شهر نمور به اردوگاه های موقت منتقل شده اند و در 7 شهرستان دیگر فرانسه نیز وضعیت قرمز اعلام شده است. سیلاب ها جاده ها و ریل های قطار را پوشانده و تردد در برخی از مناطق به دشواری صورت می گیرد. بیش از 10000 واحد مسکونی در 3 شهر لوارس، هنمرغ و ایولین از برق محروم شده اند. در پاریس نیز به دلیل بالا آمدن آب رودخانه سن قایقرانی و نزدیک شدن به کناره های این رودخانه ممنوع اعلام شده است. فرماندهی کشتی فرانسوی که در عملیات جستجوی جعبه های سیاه هواپیمای مسافربری مصری مشارکت دارد از دریافت سیگنال هایی خبر داده است که ممکن است متعلق به جعبه های سیاه این هواپیما باشد.
این خبر با انتشار اخبار دیگری از سوی شبکه سوم تلویزیون فرانسه مبنی بر سه بار فرود اضطراری این هواپیما در عرض 24 ساعت قبل از آن همراه شده است. ژان پل ترودک مدیر سابق سازمان امنیت پرواز فرانسه میگوید این یک مسئله مهم برای کارشناسان است. عادی نیست که یک هواپیما به دلیل نقض فنی مجبور به بازگشت باشد در صورتی که مشکل تکنیکی پیدا نشود. این کارشناس هوانوردی میگوید پیام‌ها به طور خودکار و تنها در صورت عدم کارکرد درست سیستم فنی و قطعات ارسال می‌شود و در زمان معمولی این نوع پیام حاوی هیچ نوع اطلاعاتی نیست. به گفته فرماندهان کشتی فرانسوی مشخص شدن مکان دقیق این جعبه‌های سیاه و بیرون کشیدن آنها دست کم یک هفته طول خواهد کشید. این هواپیما با 66 سرنشین دو هفته پیش در دریای مدیترانه سقوط کرد. پلیس جمهوری چک از کشف و انحلال یک شبکه قاچاق مهاجر در این کشور خبر داد. به گفته سخنگوی پلیس این کشور، در این عملیات 10 عضو این شبکه دستگیر شدند که 5 نفر از آنان تبعی اوکراین هستند. پلیس یونان نیز میگوید توانسته 16 عضو خارجی 2 باند قاچاق مهاجر را که در قبال دریافت 3000 یورو پاسپورت دزدی یا جعلی کشورهایی مانند اتریش و آلمان را در اختیار مهاجران قرار می‌دادند دستگیر کند. سخنگوی پلیس یونان می‌گوید در این عملیات اعضای 2 شبکه تبهکار را دستگیر کرده‌ایم که همزمان با هم کار می‌کردند. آنها با ایجاد یک شبکه غیرقانونی طی 2 سال گذشته به انتقال مهاجران از طریق سفرهای هوایی و با استفاده از پاسپورت‌های دزدی یا جعلی اقدام می‌کردند. مسدود شدن مرزهای مقدونیه در منطقه ایدومنی موجب تجمع هزاران مهاجر در این نقطه مرزی شده و این مهاجران که تلاش می‌کنند به هر قیمتی خود را به کشورهای نظیر اتریش و آلمان برسانند به راحتی در دام قاچاقچیان انسان گرفتار می‌شوند. تیراندازی در دانشگاه UCLA در ایالت کالیفرنیا بامداد روز چهارشنبه 2 کشته بر جا گذاشت. گزارش حاکی است که یکی از جانباختگان زارب بوده که پس از تیراندازی خودکشی کرده است. رسانه های محلی به نقل از پلیس گزارش کردند که زارب پوششی سیاه رنگ داشته، با این حال هنوز هویت زارب و انگیزه این تیراندازی روشن نیست. تصاویر ضبط شده نشان می دهد که نیروهای FBI دانشجویان را به خارج از دانشگاه هدایت می کنند. تمامی حاضران در دانشگاه پیش از خروج بازرسی بدنی می شوند. یک دستگاه خودروی بمبگذاری شده در موگادیشو پایتخت سومالی به وسیله راننده اش به ورودی یک هتل اصابت کرد و دست کم جان 10 تن را گرفت. پس از انفجار ناشی از اصابت این خودرو به ورودی هتل، شبه نظامیان شروع به تیراندازی کردند. یکی از مجروحان این انفجار میگوید من برای کمک گرفتن فریاد زدم، زیرا تعداد زیادی بودند که زیر دیوارهای فرو ریخته مانده بودند. آنها برای کمک التماس میکردند و برخی میگفتند آمبولانس خبر کنید. الشباب شاخه شبکه تروریستی القاعده مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. احتمال داده می شود که شمار جانباختگان این رویداد افزایش یابد. مسئولان یک پارک ملی در تایلند از کشف اجساد 40 توله ببر در سردخانه معبدی بودایی خبر دادند. کشف این اجساد در زمان انتقال ببرها از معبدی در استان کانچاناوری صورت گرفت. پیش از این اتهام دست داشتن راهبان در تولید مثل غیرقانونی و قاچاق حیوانات مطرح شده بود. بر این اساس مسئولان تصمیم گرفتند تا 137 ببر را از این معبد به پناهگاه انتقال دهند. این معبد به دلیل وجود ببرها پیشتر یکی از جذابیت‌های گردشگری در غرب بانکوک به شمار می‌رفت. هکری که توانسته صدها میلیون حساب کاربری 2 شبکه اجتماعی تامبلر و مای اسپیس را سرقت کند، این اطلاعات را در اینترنت به حراج گذاشت. گفته می شود سرقت اطلاعات 360 میلیون حساب کاربری سایت مای اسپیس بین سالهای 2007 تا 2012 انجام شده و 60 میلیون حساب کاربری سایت تامبلر در سال 2013 هک شدند.
مای اسپیس با انتشار بیانیه اعلام کرد که تمام پسوردهای حساب‌های کاربری که پیش از 11 ژوئن سال 2013 ساخته شدند را باطل کرده. این هکر تمام این اطلاعات شامل ایمیل، پسورد و نام کاربری را به قیمت 6 بیت کوین معادل کمتر از 3000 یورو به فروش گذاشته. همین هکر به تازگی اطلاعات نزدیک به 170 میلیون کاربر لینکدین را در اینترنت به قیمت 2000 یورو به فروش رسانده بود. طولانی ترین تونل ریلی جهان روز چهارشنبه با حضور تعدادی از رهبران کشورهای اروپایی افتتاح شد. این تونل 57 کیلومتری در مدت 17 سال و با هزینه معادل 11 میلیارد یورو در زیر کوههای آلپ حفر شده و بخشی از شبکه ریلی به شمار می رود که قرار است شمال و جنوب اروپا را به هم متصل کند. کار ساخت این شبکه ریلی در کشور آلمان هنوز به پایان نرسیده و انتظار می رود عملیات احداث تا سال 2020 به نتیجه برسد. صدر اعظم آلمان درباره اهمیت تونل گفت: در حال حاضر بحث‌های زیادی درباره منطقه شنگن و بحران پناهجویان مطرح می‌شود. اینکه چطور می‌توان آزادی رفت و آمد را در اروپا حفظ کرد. این تونل نمونه روشنی است از اینکه چطور شما می‌توانید راحت‌تر از ایتالیا و سوئیس و در امتداد راین به هلند بروید. این موضوع مردم و فرهنگ‌ها را به یکدیگر نزدیک خواهد کرد و موجب تقویت ارتباط‌ها می‌شود. این به نظر من شگفت‌انگیز است. مراسم افتتاح تونل بامداد چهارشنبه با آتش‌بازی و هنرنمایی گروه‌های مختلف آغاز شد و نمایندگان ادیان مختلف نیز در این مراسم حضور داشتند.